تصمیم مقامات روسیه برای راه دادن دانشجویان از 25 کشور در تاجیکستان به واکنش‌های گوناگون روبرو شد. به خصوص دانشجویان درمانده میگویند امیدشان برای تحصیل در سال روان در روسیه خیلی کم مانده است. برخی از دانشجویان گفتند اگر تا آخر ماه روحشان به روسیه کشاده نشود، احتمال یک سال عمرشان بهوده می‌رود. از حساب که ما با درس‌ها اشتراک نمی‌کنیم، دانشگاه ما از 31 مارت با ما رخصت پیشنهاد اکادمیات را دارند. برای آن پیشنهاد دارند که دانشگاه از 1 اپریل سال جاری با زبان روسی بگیم پرکتیکای ما سر می شود. از همین حساب ما در وطن خود یعنی تاجیکستان قرار داریم، اما ما نمی خواهیم که یک سال بیهوده صرف شود. دانشجویان درمانده تاجیک میگویند برای حل مشکلشان تا امروز به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه مراجعه کردند، اما تا حال کسی به مشکلشان رسیدگی نکرده است. به گفته دانشجویان سرعت پست اینترنت در تاجیکستان امکان تحصیل فاصله‌ای را خیلی مشکل کرده است. از سوی دیگر دانشجویان به خصوص آنهایی که در رشته طب تحصیل میکنند میگویند آنها باید در دانشگاه باشند. در نیم سالی اول کم و بیش هم باشند ما امکان داشتیم دیستانسیون را تحصیل کنیم و در نیم سالی دویم البته که نه، زیرا که ما ارینت رستیم به کلینیک ها تقسیم میکنند که کلن امکانی دیستانسیون خواندن را از بین میبرد و ما بسیار میخواستیم که مقامات دخلدار به رفتن ما مساعدت کنند. البته ولی تنها دانشجویان نیستند که از باز نشدن راهشان به روسیه نگرانند. خبرگزاری رسمی خاور هم در گزارش از تصمیم مقامات روسیه برای نکشادن راه دانشجویان تاجیک انتقاد کرد. خاور نوشته است کمیته آمار اتحاد دولت‌های مستقل از نگاه سالمی وضع بهداشتی تاجیکستان را در جای اول گذاشته است، ولی روسیه راه دانشجویان تاجیک را باز نکرد. در همین حال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند راه نیافتن شهروندان تاجیکستان به روسیه از جمله دانشجویان احتمال به خاطر آن است که دوشنبه تا به حال عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا را قبول نکرده است. کاربران برای اثبات نظر خود این دلیل را پیش می‌آورند که روسیه راه دانشجویان از قزاقستان و قرغیزستان را باز کرد، چون این دو کشور عضو سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا یا به اصطلاح تماجن سیوس هستند. اما مقامات تاجیکستان چنین نظرها را رد کرده، گفتند برقرار شدن پروازها از تاجیکستان به روسیه هیچ ربطی به مسئله عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. طبق اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان سال گذشته 3000 دانشجوی تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، اما با سبب بسته بودن راه‌ها نتوانستند به مکان تحصیل حاضر شوند. بیشتر این دانشجویان باید به روسیه و چین می‌رفتند.